امروز میخوایم نشون بدیم که بدون مقایسه میشه اعداد رو مرتب کرد، حتی زمان اجرا میشه آوردش از n log n تبدیل کرد به o n. میخوایم ببینیم که چطور واقعا میشه یه همچین کاری رو انجام داد. حتی این رو همینجا بگم که یه همچین کاری واسه همه اعداد نمیشه کردش، حتی میشه کرد اما خب شاید یه اسپیستون خیلی زیاد بشه. حالا در موردش با جزئیات بیشتر صحبت میکنیم. فرض بکنید که شما n تا عدد دارید که این اعدادتون میدونید که توی محدوده 1 تا m هستن، اعداد طبیعی. حالا لزومی نداره اعداد طبیعی باشه، خاصه یه محدوده مشخص از منفی 10 تا 10 مثلا، خب یه محدوده‌ای که خیلی بزرگ نیست. مثلا بر فرض مثال تصور بکنید که آ شما عضو مجموع اعداد 1 تا 9 صفر هم مثلا بذاریم، حالا صفر، یک، دو، نه. سوال اینه که واسه این اعداد میشه الگوریتم سریع تری ارائه داد یا نه؟ اگر میشه چطور میشه این کار انجام داد؟ با فرض که من میدم اعداد هم بین صفر تا نه، خب آرایان باید چه سایزی باشه؟ قاعدتا اینجا من در واقع نگاه میکنم بردم 10 تا عدد بیشتر نیست. خب کاری که من باید بکنم اینه که بیام یه آرایه 10 تایی تعریف کنم. بیه 0 تا بیه 9. خب فکر میکنم توی خونه بی صفر چی نگه دادم؟ تعداد صفر ها. تو خونه یک بس تو خونه بی آی تعداد چی؟ آره دیگه اعداد 0 تا 9 هم اما تکرار هم ممکن باشه، ممکن 0 10 بار تکرار شده باشه، 1 10 بار، 20 بار تکرار شده باشه، تکرار وجود داره. آره با فرض که تکرار داریم کار انجام میدیم. من میام تو خونه بی آی نگاه میکنم کدوم آجایا مساوی آی شدن، تعدادشون توی بی آی نگم، یعنی نگاه میکنم چند نفر 0 هم، چند نفر 1 هم، چند نفر 2 هم، الاخر. پس کافیه یه آرایه 10 تایی تصور بکنم و این عددا رو محاسبه کنم. خب چطور میشه اصلا اینو محاسبهش کردش؟ چاکین؟ آره کافیه یه بار آرایه آ رو از اول تا آخر بخونه. یه فور خیلی ساده است. میذارم فور جای از 1 تا n بیه یه چی رو باید افزایش بدم به نظرتون؟ یه بار آرایه از اول تا آخر میخوام بخونم، بعد میخوام مقدار بی رو، این آرایه رو میخوام مقدارش رو آپدیت بکنم. بی جی رو بی آی جی، یعنی میگم نگاه میکنم تو خونه آی جی چه عددی هست، یه عدد بین 0 تا 9 دیگه. خونه مربوط به اون رو توی آرایه بی چکار میکنم؟ یه دونه افزایش بدم. قاعدتا اولش یه فور باید بذارم تمام مقادیر بی رو چیکار بکنم؟ صفرش بکنم. اینجا یه فور هم بس میخوایم که فور اینجا جی از 1 تا از 0 تا 9 بی جی مساوی 0. این مواد به مقدار دهی اولیه سی بی این هم که یه فور میزنیم نگاه میکنیم هر عدد چند بار تکرار شده. خب حالا تو خروجی میخوام اینا مرتب شده بریم بیرون. خب چیکار باید بکنیم؟ این فعلا ما هر کنم تعدادش رو شمردیم گذاشتیم توی آرای بی. ما قرار بود یه لیستی بگیریم، هزار تا عدد بگیریم توی خروجی، هزار تا عدد چاپ بکنیم که اون هزار تا عدد مرتب شده هستن. چی؟ آیجه. نه آیجه که همین مقدار توی چی دیگه؟ اعدادتون توی این آرایه است. اعدادی که توی این آرایه است من میخوام مرتب بکنم. آه. نکنید هر کسی که آجه صفر باشه، مثلا اونایی که آجهشون صفره میان چیکار میکنن؟ خونه صفر رو یه دونه
افزایش میدن دیگه، غیر از اینه. هر کسی که آجهش مساوی صفره داره خونه صفر بی رو یه دونه افزایش میده. اولا به این معناست که من دارم در نهایت تعداد صفرها رو میشمارم دیگه. یعنی هر کس میده خونه متنازعش رو نگاه میکنه یه دونه افزایش میده. بس این مقدارش چیه؟ اون خونه داره افزایش پیدا میکنه. خب بس این برنامه داره درست کار میکنه. حالا سوال این که خروجی باید چی چاپ بشه؟ یه بی فور بزنیم. باید چیکار بکنیم؟ همون تعداد چاپ بکنه. حالا یه راهش اینه که بیایم بی رو بخونیم. عملا اینطوری میشه. اگه بخوایم تیک برنامه‌شو بنویسم، من اینجا بنویسم. فور میزنم. بی رو باید بخونم دیگه. از صفر باید شروع بکنم. از خونه صفر تا خونه 9. آره 9 که نوشتم همه میشه با اون امی که اونجا نوشتم چیکار کرد؟ جایگزین کرد. حالا مثال خاص دیگه رفتم جلو، من 9 بنویسم. جای از صفر تا 9 میدین. خب خط بعدیش کاری که باید بکنم اینه که بی صفر رو نگاه کنم، به اندازش صفر چاپ بکنم. یعنی عملا میشه فور چی؟ آیا از 1 تا بی جی مثلا پرینت کنم چی رو چاپ بکنم؟ جی. چی؟ چه خطی؟ جی مساوی آی من های 1. چرا؟ خب این درسته، داره درست کار میکنه دیگه، خطی هم هست دیگه. نه این زمان اجازش درسته، فور تو در توه، اما این فور تو در تو کلش میشه همون اعدادی که مجموع کل اعدادی که تو آرایه آ بود. زمان اجازش او اینه، این هم که مشخص او اینه، این هم که به اندازه سایز بیه دیگه، که اگه ام هم از ان کمتر باشه این هم او این میشه دیگه. حالا این نوعه کانستانت اینجا از این کمتر. خب اما خب نکته ای که وجود داره، واقعیتش ما با اعداد معمولا با اعداد سرکار نداریم. یعنی این کاری که اینجا کردیم خیلی کار خوبی نیست، از این جهت که معمولا ورودی من عدد نیست، ورودی من یه سری رکورده. خب ورودی من یه سری رکورده که من قراره با مثلا یه آرایه آ دارم، خونه یکش داره به این ریکوردش اشاره میکنه که مثلا کلید این مثلا صفر، این داره به این یکه مثلا بعدی داره به یه ریکوردی اشاره میکنه که این هم مثلا مقدارش صفر. خب من کاری که قرار بکنم اینه که این ریکوردها آخر سر باید چی بشن؟ بر اساس این کلیده باید مرتب بشن. یعنی قرار نیست من تو خروجی من مثلا 10 تا 0 بعد مثلا 10 تا 1 بعد مثلا 10 تا 2 قرارات خروجی اون رکوردهایی که مقدار کلیدشون 0 بیان اول، بعد رکوردهایی که کلیدشون 1 بعد رکوردهایی که کلیدشون 2. یعنی الان این فوری که من زدم، من نمیخوام عدد چاپ کنم، من میخوام رکوردها رو مرتب شده تو خروجی داشته باشم. بابا این فوری که اینجا نوشتم کاملا بیخوده. این صفحه داره یه سری عدد توی خروجی تولید میکنه، رکورد رو مرتب نمیکنه. من قراره که آرایه آ رو بر اساس کلیدشون مرتب بکنم. نخوام صرفا این نمیشه، یعنی مطلب اینه که این کیا رو کلا بریزیم تو به جی. خب بعد وقتی جی رو تنظیم کنیم مثلا اون لیست دات جی بزنیم، همون لیست داریم. خب اون صفر رو آخه من توی بی جی فقط دارم تعداد صفر رو نگه میدارم. نه من توی بی صفر، توی بی صفر فقط تعداد صفر هست. پوینتر پوینت چی؟ نه حال صفر ممکن زیاد باشه، ممکن هزار تا صفر باشه دیگه. یه منو تو اگه حالا فرض کنم دو تا هم باشه چیکار میخوام بکنم؟ من چون تعداد رو نگه میدارم، پوینتر که نگه میدارم توی آرایه بی، من چیزی که فقط صرفا دارم نگه میدارم عدده. بعد مثلا این از کجا بفهمم که مثلا
این دوتا رکوردی که کلیدشون صفر کجا سیف شدن؟ اگه مینوس هم کجا سیف شدن میرفتم و همیدوش آره اگه تکراری نبود به جای یه چیز پوینترش رو نگه میشه یه پوینتر بود دیگه. تو آره آ بنویسم. خب از کجا پوینتر شده بیارم که بخوام بنویسم رکورد دارم؟ من الان فقط این بیه فقط داره به هم میگه که چند صفر. خب الان من میخوام این رکورد رو که کیدش صفر رو مثلا بیارم بذارم جایی. الان توی آرای بی من اینه که دو تا صفر داریم و یه دونه یک. یعنی الان فرض کنم همین فقط همین سه تا فقط همین سه تا رکورد داریم. بی صفر من مساوی دوه، بی یک من چنده؟ یک. خب من میدونم که دو تا صفر دارم و یه دونه یک دارم. حالا میخوام آرایامو اون رکورد رو قرار مرتب بکنم. خب اصلا این اینفورمیشنی که اینجا دارم چطور میتونم اونا رو مرتبش کنم؟ میشه نمیشه. خب بگید چی بنویسم؟ همین دیگه، همون یعنی فور بزنیم میگه که عین همین فور که پرینت جی رفت میکنه شما رو صفحه میبینید دیگه. به جای پرینت جی کنم بگید آی اون متغیر این آی خب به تعداد آی مساوی میشه. نکن قراره که رکوردها جابجا باشن، من نمیخوام چیزی پرینت کنم، من میخوام این با این جابجا باشه. میتونی جابجا بکنی؟ آره. حالا اصلا یا اصلا خروجیتون تو آ نباشه، بذار توی ماتریس B. ماتریس آ رو با این B قاطی نکنیم، ماتریس C. من میخوام بذارم تو خروجیم توی ماتریس C باشه که این دوتا اول باشن، این یه دونه آخر باشه. یعنی قرار یه جابجایی رخ بده دیگه. صرفا مقدار کلیدها اصلا مهم نیست. من نمیخوام خروجیم فقط صرفا مقدار کلیدها باشه. قراره که آرایم مرتب شده باشه بر حسب در واقع میخوام رکورد هام بر اساس این کلیدها میخوام مرتب شده باشه. این کلاس با اون هشمکی که گفتیم چه فرق میکنه؟ ما الان میتونیم به همه رکورد ها یه چیزی مپ کنیم و عملا اون آرایی اصلی پوینتر ها رو جابجا کنیم، رکورد ها رو جابجا میشه. حالا شما بگید آقا از این بی صفر مساوی دو و از این بی یک مساوی یک من چطوری این رکورد ها رو پیدا بکنم که میخوام جابجا کنم؟ اولش میام که آرایی تولید میکنم. آرایی خب الان هست دیگه، چرا حالا پوینتر بدیم؟ خب اونا رو همین الان پوینتر داریم دیگه، خود آرایه دا پوینتر نگه داشته دیگه. بله. خب حالا چی دیگه دوباره بسازیم؟ اونا رو ایندکس دارن دیگه. خب الان ایندکس داره دیگه، الان خونه یکش داره به این اشاره میکنه، خونه دو داره به این اشاره میکنه. ایندکس ها رو یه جا سوال اینکه کجاست؟ یه جا بالاخره باید سیوشون کنیم. این کسایی که نکنه اینجا ما فقط داریم کسایی که مثلا کلیدشون صفر رو مقدارش افزایش میدیم، اینا بدونیم که پوینترشون کجاست. این اطلاع ما نیاز داریم واسه موقع مرتب کردن. یا آرای دو بودی، آرای دو بودی گرفتن مصیبت هم اسپیس داره هم اطلاع زمان اجل رو لینک لیست. نه بدون استفاده از این هم میشه این کار کردش. یه سوالی شما این آرایه رو محاسبه کردید، آرایه بی رو. سوال من این که صفر از کجا تا کجا ظاهر میشن، یک از کجا تا کجا ظاهر میشن، دو از کجا تا کجا الاخر، میشه اینو محاسبه کرد یا نه؟ نه اینجا من مشخص کردم که هر عددی چند بار تکرار شده. خب توی خروجی یه خروجی قراره که مثلا اول صفر بیان، بعد یکا بیان، بعد دوها بیان الاخر. خب سوال من اینه که این مرزه رو میشه مشخص کرد؟ اگه بخوایی مرزه رو مشخص بکنید چطوری بناهاشو می‌نویسید؟ خب یه بناهای فور ساده من بگید که این کارو بکنم. همون چاپ پشونه اما با 9 تا عمل میشه این کار، 10 تا عمل میشه این کار کرد. نیاز نیست که بیار هر کم با قبلی جمع بکنید دیگه. یه فور اینطوری بزنید توی از 1 تا 9
بی جی رو بذارید. بی جی منهای یک، بی جی و بی جی منهای یک. هر کسی با قبلیش جمع بزنید. مثلا شما الان دارید که فرض مثال شما دارید که مثلا 5 تا 0 دارید، این خونه صفره. 2 تا 1 دارید. 7 تا مثلا 2 دارید. 3 و 4 هم مثلا تا یه 4 تا بگید. اینم 2 اینم 0. خب یا اینو بذاریم 0، اینکه رو بذاریم 2. من میخوام بگم تو آرایه آ از کجا تا کجا 0 قرار میگیره، از کجا تا کجا 1 قرار میگیره، الاخر کافیه. خب من میدونم از خونه 0 تا خونه 4 5 0 قرار میگیره. از خونه الان باید 5 به علاوه 2، آخرین جایی که 1 ظاهر میشه کجاست؟ 5 به علاوه 2، یعنی آخرین خونه ای که این آرای آتوم باشه. این آرای آ از 1 شروع میشه. من میگم آخرین جایی که 2 ظاهر میشه کجاست؟ آخرین جایی که میشه 1 ظاهر میشه توی خونه 5 علاوه 2 7، یعنی تا خونه 7 مثلا اینجا میشه تا اینجا 2 ظاهر میشه. بعد مثلا میخواد آخرین جایی که 2 ظاهر میشه میشه 7 علاوه 2 علاوه 5، یعنی میشه 14. خب 3 دوباره میشه جمع قبلی میشه 14. اولا به این معنی است که اصلا 3 ظاهر نمیشه و دو هم که جمع بزنیم میشه 16، آخرین جایی هم که 14 ظاهر میشه 16. خب بس با یه فور ساده من میتونم متوجه بشم که الان بس بیه من تغییر کرد. من یه فور زدم، تکرار اعداد شمودم یه فور زدم. این الان بیه من داره چی رو نگه میداره؟ بیه جی من با این فوری که اینجا زدم، بیه جی من داره آخرین جایی که جی باید ذخیره شود. بیا همون یکی. اتون میتونید دو تا ماتریس متفاوت در نظر بگید. من دیگه چون نیازش نداشتم اینا بخوام این بیا که متوجه شد چیه. خب من می‌خواستم حالا سوالم این بود که میخوام بدونم که عدد J توی لیست مرتب شده، عدد J توی لیست مرتب شده آخرین جایی که ظاهر میشه کجاست؟ مثلا صفر آخرین جایی که ظاهر میشه کجاست؟ معلوم مشخصه که بی صفر شما میگه که بی صفرتون فرض کنیم 5. آخرین جایی که صفر ظاهر میشه توی خروجی کجاست؟ تا خونه چند میاد؟ 5 تا صفر دارید دیگه. پس آخرین جایی که صفر ظاهر میشه خونه پنجم این آریه است. آخرین جایی که 1 ظاهر میشه کجاست؟ میشه 5 به علاوه 2 7. اگر شروعش رو بخواید بدونید شروعش کجا میشه؟ از آخرین شروع میشه دیگه. یعنی شروعش هم عملاً میشه آخرین جایی که صفر ظاهر شده میشه شروع، به علاوه یکش میشه شروع این. آخرین جایی که 2 ظاهر شده کجاست؟ باید جمع این 3 تا حساب بکنید. الان این عدد رو مرتب شده. نه الان فعلا تو بی ریختمش. خب ما دو تا مفهوم داریم. یکی دو تا آرایه فعلا داریم. بذارید اصلا میشه اینا اصلا دیگه جا کرد. یه آرایه ورودی بود. خب آره ورودی قرار مرتب بشه. سایزش چیه؟ اندیسش از 1 تا n. یه آره بی هم داشتیم. این آره بیمون بر اساس این بردمون تعریف شده که الان یه مثال خاص تصور بکنید. حتی خواهد کلش میشه حتی این هم میشه از یه جایی شروع کرد تا یه جایی. حالا خیلی خاص از 0 تا 9 یه آره بی داریم که این آرای بیمون از صفر اندیسش هست شروع شده تا 9. حالا بی آی چی نگه میداره؟ تعداد تکرار آی. این تا اینجا. حالا من یه چیز دیگه میخوام نگه دارم.
من اسمشو میتونم با یه من اونجا با بی نشون دادم، بذارید عوضش بکنیم که قاطی نکنیم. با سی نشونش میدم، اینم با 0 تا 9 که بی آی من مساویه با آخرین مکانیه که مکانی داخل خروجی مرتب شده است. معمولا خروجی رو همون توی آ می‌ریزیم دیگه، یعنی هدف اینه که اون دکودا داخل آ جابجا بکنیم. سی آی میشه آخرین مکانی داخل خروجی مرتب شده که کلید آن برابر آی است. معنی حرف هم اینه که این سی رو میشه از روی بی به راحتی محاسبه کردش. عملا سی آی میشه جمع چی؟ عملا سی آی شما هستش جمع بی جی آ، جی از صفر تا صفر تا آی. حالا کاری که من اینجا کردیم، من چون این بیه را نیاز نداشتم، حالا در ادامه الگوریتم شاید میگم این کار نمیکردم بهتر بود، اما خب چون در ادامه الگوریتم به بیه نیاز نداشتم، اومدم که این فوره بیه را اوورایتش کردم، دیگه این بیه به درم نمیخواد. اما از روی این بیه جدید و این سیه را محاسبه کردم که اینجا اسمش رو گذاشتم بی. این فوره داره واقعا سیه را حساب میکنه دیگه. نه وسطش رو حذف میکنم. چی حذف میکنم؟ سی رو حساب میکنم. بذاریم اگه شما بخواید سی رو حساب بکنید، اینا رابطه بازگشتی دیگه. قبول سی آی شما مساویه با این رابطه خیلی بازگشتی خیلی ساده است. سی آی شما مساویه با سی آی منهای یکه بله به چی؟ بله بی آی. بوده. این همون چیزی که تو فور نوشتم در واقع. تا الان محاسبهش کردی، فقط کافیه بی آی آخری با این جمع بزنی تا سی جدید حساب بشه. آره. خب. بذار یه مثال بزنیم، با مثال به این جلو شاید بهتر باشه. مثال دقیقا بریم که نه هست مشخص نکرد، فرض بکنید که آتون صفر مثلا پنج یک دو پنج دو یک دو و پنج فقط کنم آیتون فقط همین است. البته فقط رکوردن دیگه، حالا فقط کلیداشون نوشتم. این از خونه یک شروع شده، خونه یک، خونه دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه. بذارید این از نه بیشترش بکنید که با اون بیه قاطی نشه. من حالا دوباره هم اینجا بذاریم، دوباره دو بذاریم، یک هم اینجا بذاریم. یازده، دوازده. آره الان بردمون لوزینگ، حالا بذار همون 0 تا 9 بگیم دیگه. آره بیمون عدد خونه 0 1 2 3 4 این آره بی ماست که الان 0 رو نگاه کنید، 0 1 1 2 3 چهار بار تکرار شده، دو یک دو سه چهار پنج بار تکرار شده، سه نداریم، صفر چهار چهارم نداریم، پنجم سه بار برجم که صفر
از روی این آرایه سی رو میسازیم که البته توی برنامه‌مون سی همون بیاس اوورایتش کردیم. حالا بذار آرایه سی نشونش بدیم. میشه صف 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 و چهار میشه چهار چهار و پنج از اینجا تا اینجا دیگه نو این هم که نوه دوازده صف صف این همش دوازده. خب این الان نشون میده که عدد پنج آخرین جایی که پنج تو خروجی ظاهر میشه کجاست؟ اندیس دوازده. آخرین جایی که اندیس چهار ظاهر میشه نوه. آخرین جایی که اندیس این نوه آره. آخرین جایی که سه ظاهر میشه نوه. آخرین جایی که دو ظاهر میشه نوه. اولا به این معنی است که سه و چهار اصلا وجود نداره. خب اینم آرایه سی. بریم سراغ خروجی رو میخوام تولید کنیم. میخوام خروجی رو بزنیم داخل آرایه دی. دیگه اسامی متفاوت گرفتم که دیگه قاطی هم نکن. میخوام خروجی بزنیم. این خروجی ماست. خروجیتون قاعدتا باید اندازه ورودی باشه دیگه سایزش. خب فقط باز باید دقت بکنید که من نمیخوام اعداد رو کپی کنم. من قراره رکورد ها رو رکوردی که کلیدش پنجه است باید بیاد اینجا سر جای مناسبش قرار بگیره. حالا اینکه جای مناسبش کجاست باید بگردیم پیداش بکنیم. خب بهترین کار چیه؟ نیا کنید من میام آره یه بار شروع میکنم از اول تا آخر خوندم. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. این اولین رکوردی که میخونم کلیدش پنجه. خب این بعد کجا من ازتون قرار بگیره؟ آره ببینیم از سیه بخونیم. سیه بذار من اندیسشون بالا بنویسم. سیه یک دو سه چهار پنج هفت دیگه یه دونه کم باشه. دوازده، دوازده، هشت، نه. خب. این کلیده عددش پنجه. میام نگاه میکنم آخرین جایی که پنج باید قرار بگیره کجاست؟ کجاست؟ خونه دوازده. خب میذارمش توی خونه دوازده. پس این رکورده میاد اینجا قرار میگیره. خب الان این جایی که من پنج رو گذاشتم اشغال شد دیگه. پنج بعدی باید کجا بیاد؟ اگه پنجی وجود داشته باشه اون پنج باید کجا بیاد؟ خب یه دون قبل‌ترش باید بیاد دیگه. خب اینو کجا آپدیتش بکنم؟ تو این خونه. این قبلا میگفت تو دوازده بذار. درسته؟ این قبلا میگفت تو دوازده اینو بذار پنجه رو. آخرین جایی که بعد پنج رو میذاشتم. خب الان یه پنج رو گذاشتم. حالا بیام چیکارش بکنم؟ اینو آپدیتش بکنم. بکنمش 11. حالا اگه پنج دیدم میاد تو خونه 11 میذاره. دیگه نمیاد تو اینجا بذاره. جای پنجا مشخصه کجاست دیگه. اندیس آخرین جایی که پنج رو باید بذارم دارم. مشخص کردم هر موقع که پنجو گذاشتم سر یه پنجو گذاشتم سر جاش اون اندیسه رو کمش میکنم دیگه بغاش میکنم دیگه مشخصه دیگه نه چی نه دیگه برش نمیاد میگه این داره به کی اشاره میکنه این داره به پنجا اشاره میکنه نه شیشا الان نه بچا آپدیتش میکنم اون سر جای خودش هست شیشا همیشه باید 12 شو بشن درسته شیشا همیشه باید 12 شو بشن این الان شما شما 3 تا 5 دارید. خب این 3 تا 5 باید اینجا قرار بگیرن درسته؟ من مطمئنم که مثلا یه جای دیگه مثلا عدد دیگه که باشه 9 4
چهار ها مطمئنم کجا باید قرار بگیرن؟ چهار از نوه هایه چند چهار داشتیم؟ نداشتیم مثلا دو داریم چهار نداریم صفر تا داشت سه هم صفر آنس پنج داشتیم و دو داریم پنج شد دو داریم این جاهایی که پنج یک دو سه چهار پنج تو اینجا باید چه قرار بگیره؟ دو قرار بگیره تو اینجا هم باید یک قرار بگیره درسته؟ چیزی که من الان دارم این اندیس به آخر اینه اندیس به آخر اینه اندیس به آخر اینه خب اندیس هایی که من دارم اینا هستن حالا اگر شما اومدید دو رو گذاشتید اینجا اندیس مربوط به دو باید یه دونه کاهش بده کن نباید روی این دست بزنید این اندیسه داره جای 50 رو مشخص میکنه این اندیسه درست میشه این 5 بود این 2 بود این 5 بود این اندیسه داره واسه 5 مشخص میکنه این اندیسه واسه 2 وقتی دو شما جایگزین دو یه دو اینجا گذاشتید یه دونه اندیسه مربوط به دو رو کاهش میدید روی این اندیسه نباید هیچ تأثیری داشته باشه اگه 5 گذاشتید اینجا اندیسه مربوط به 5 یه دونه کاهش میدید خب الان اتفاقی که میفته من 5 رو میذارم اینجا اندیسه مربوطش بهش که 12 بود رو تبدیل می‌کنم به 11 میام جلو یک آخرین جایی که باید قرار بگیره خونه 4ه یکم اینجا میذارم عملا رکوردمو اینجا میذارم دیگه این 4 رو تبدیلش می‌کنم به 3 یعنی یک بعدی که میاد توی خونه 3 قرار میگیره یک بعدی که میاد تو خونه 3 اندیشه اینجا دارم میارم یه دونه کم میشه 2 خلاصه اینکه من واسه هر کلیدی میدونم که آخرین اندیسی که باید توی خروجی اون کلید رو بذارم کجاست نه که من دارم کپی میکنم دیگه چاپ نمیکنم عملا اینو و این رکورد رو برمیدارم اندیسش هم که دارم از توی این آلایه در میارم این رکورد رو کپی میکنم توی حالا اینجا چون فقط عدد نوشتم دو عدد میرسم دیگه وگرنه عملا اینجا من یه رکوردی دارم 5 درسته میام این رکورد رو میخونم کلیدش رو در میارم که 5 اندیس اون اول کار 12 بودیم اندیس از اینجا در میارم یعنی که این رکورده باید بره تو خونه 12 میام کپی میکنم اینجا این رکورد اونجا رو کپی میکنم اینجا آلایه از رکورد هست بس بذارید من اینجا برنامه رو یه خود اولش کنیم که اینم اصلاح بشه شبیه هنوز یه خود این برنامه یه اشکال که نداره اما یه مشکل ساده داره که الان مش مشکل هم برطرفش میکنه خب اولین کاری که من میکنم اینه که فور میزنم جای از یک تا نو آرای بی رو آپدیتش میکنم در واقع مقدار دهی اولیه میکنم به صفر بعد یه فور میزنم از یک تا ان رکوردهای داخل آرای آ رو میخونم همین چیزی که اینجا نوشتیم بی آی جی رو حتی اینجا وقتی من نشم بی آی جی منظورم کلیدش دیگه حالا میخواید اگر خیلی خوانا میخواید بنویسید اینجا بنویسید نقطه مثلا کی شاید اینطور بهتره با تصور اینکه آجی یاد رکورد هستن آجی نقطه کی مثلا میشه کلیده آجی نقطه کی رو اینو باید چکار بکنم یه دونه افزایش بدم یه فور میزنیم دوباره از یک تا نو میخوام بگم که هر کلید آخرین جایی که ظاهر میشه کجاست در واقع این چیزی که اینجا نوشتم میخوام محاسبش بکنم حتی قبلش باید این آرای سی رو چکارش بکنم یاس هست مقدار دایی اولش بکنیم می
میتونید مقداری اولش بکنید، اما خب همین توی فلان میشه مقداری کردش. خواسته اینکه سی آی رو من میذارم چی؟ بی آی به علاوه سی آی منهای یک. فقط قبلش این سی صفر رو باید بذارم بی صفر. این مقداری اولش همین کفایت بکنید. بقیهش نیازی سی مقداری بشه؟ خب آره سی هم محاسبه شد، همش با یه همش فور دیگه، خیلی کار خاصی دیگه انجام نمیدیم. بریم سراغ قدم بعدی. قدم آخر اون تیکه آخره. من آره آ رو میخونم، اندیسش رو از توی سی در میارم، میزنم تو آره خروجی. خب بس یه فور دیگه باید بزنیم. یه فور میزنیم آی از یک تا این. خب کلید اول باید در بیاریم. اندیسش کجاست؟ خب این که کلیده، این کلیده که بهش دسترسی دارم، دارم دکورد رو میخونم، کلیدش رو در میارم. آخرین جایی که توی خروجی ظاهر میشه کجا باید در بیارم؟ اون کجا سیف شده بود؟ توی آرایه سی. پس از توی سی اندیسش رو در میارم. خب این اندیسه رو در میارم. قراره توی این اندیسه توی خروجی چی قرار بگیره؟ خود رکورد آی. یعنی بس دی این باید بشه چی؟ آی. این هم همون کپی کردنه. فقط یادتون باشه وقتی این کپی کردین، حالا باید این اندیسه یه دونه باید این اندیسه رو کمش بکنیم. الان یه فضاشش خواهد شد. بس این من اینو بغلش بنویسم که سی آی نقطه کی این باید یه دونه کم بشه. خب اصلا ما که رکورد کپی کردیم دیگه، عملا کلید کپی نکردیم، این داره عملا داره رکورد کپی میکنه. این تیکش خودش شاید سخت بود، از روی کلید رفتم اندیسش رو درآوردم. این اندیس توی خروجیه، من کجا خروجی رو نگه میشم؟ توی دی، توی این اندیس توی خروجی باید آی قرار بگیرم. خط این؟ این؟ این رو بگید؟ همین دیگه. خب شما بگید این باید چی باشه؟ آی آره این هم آی بود. اصلا میخواد همه اون اندیسه رو آی بکنیم که همش آی داشته باشه. من همه جا آی نوشتم، بزنم بالای هم آیش بکنیم دیگه. اندیس همه رو آی بکنیم. خب حالا به نظرتون این الگوریتمی که ما نوشتیم الگوریتم پایدار هست یا نیست؟ تعریف پایدار چی بود؟ شما فرصده ترتیب رکوردایی که کلیداشون یکسانه باید حفظ بشه. حالا به نظرتون این الگوریتم حفظ میکنه؟ یعنی کلا برعکس داره میکنه؟ به نظر میسه داره برعکس میکنه. مثلا شما نیا کنید، این الان کلیدی که این رکوردیه که کلیدش پنجه، قبل از این دوتا پنجه اومده ده. الان دارم با این کار چیکار میکنم؟ این پنجه رو دارم میزنم آخر، یعنی دارم کارانا برعکسش میکنم. خب برای اینکه اصلاحش بکنم چیکار بکنیم برنامه رو؟ برای اینکه پایدار باشه. آره کافی که این فوری که از یک تا n زدیم از n به یک بزنیم، از آخر آرایه شروع بکنیم و این کار انجام بدیم.
آن اول بازار نگه داریم بریزیم بریم جلو. آره اون کار همشه کرد. قبول. آره آره این کار همشه کرد. اولش رو نگه داریم بریم جلو. هر دفعه یه دونه افزایش بدیم. این کار همشه کرد. خب این کار هم شدنی هست. حالا این پایدار بودنش واقعش واسه الگوریتم بعدیمون مفیده. اگه پایدار نباشه الگوریتم بعدیمون کار نمیکنه. حالا میرسیم به الگوریتم بعدی که آره حالا آره گفتیم خب به حال توی واقعیت چی؟ چرا واقعیت کار بودن؟ مثلا فرض بکنید که شما میخواید افراد و براساس اسمشون مرتب بکنید. مگه چیز عجیبیه؟ مثلا تو اکسل مثلا میتونید بزنید براساس تاریخ مرتب بکنید، براساس اسم مرتب بکنید. بقره هم میذاره. آره نه اکسل شما اصلا اکسل رو تصور نمی با اکسل کار کرده یا نه. شما میخواید ستونا به حسب مثلا شما فرض کنید براساس اسم فامیلی شماره ملی الی آخر فرض بکنید که افراد میخواد فقط به حسب نام خانوادگی مرتب بکنید. بخاطر ممکنه همچین کاری بخواد بکنید و ممکنه افرادی باشن که نام خانوادگیشون یکسان باشن. میخواد به حسب اون ستونه مرتب بکنید. حالا اون رکورد نامه نیست، رکورد یه چیز دیگه است که کیه متفاوتی داره، توش یه دیتا اجتماعی داره. به حال من دوست دارم که به حسب نام خانوادگی مرتب شده باشه. من دوستم کسایی که نام خانوادهشون یکسانه کنار هم دیگه باشه. این اصلا اپلیکیشن به ذهنت نمیاد که مثلا میخوای همچین کاری بکنی. من فرض میکنم که شما نتایج یه آزمون گرفتی از سراسر کشور، خب بعد میخوای کسایی که استانشون شبیه از یه استانن نمرهشون کنار هم باشه تو اون لیستت. خب یعنی میخوای بر اساس نام بر اساس اسم استان میخوای مرتب بکنی دیگه. واقعا چیز عجیب غریبی نیست که میخوای همچین مرتب سازی انجام بدی. واقعا کاربرد هم داره. بریم سراغ خب نکن این من اینجا حالا 0 تا 9 نوشتیم. شما حالا تصور بکنید که یه محدوده حالا کوچیکیه مثل 0 تا 9 یا اصلا امتون کمتر از n از یک تا M یا حتی از M بیشتر باشه، مثلا باشه M کمتر از مثلا چنان 10 M یا همین چیزی مثلا. اگه Mتون تو اردر کلا بگیم Mتون تو اردر N باشه، فرض رو باید بذارید که Mتون تو اردر N زمان اجرای برنامه چقدر میشه؟ تفاوتی که میکنه اینه که من اینجا مثلا فوره که واسه B زدم کجا واسه B زدیم؟ اینجا مثلا فور واسه B زدیم این نوعه تبدیل میشه به چی؟ M. هر جا خواسته با بی کار داشتید تا ام باید برید جلو. اگر امتون از اردر ان باشه زمان اجراتون همچنان او ان باقی میمونه. چی؟ ام آره نه این آره اصلیمون فرض بکنید که اعدادش بین یک تا ام باشه. من توی این مثال خاص فرض کردم بین 0 تا 9 باشه. میتونید کلی‌تر فکر بکنید یه خورده مثلا از 1 باشه تا 11 چون از منفی 5 باشه تا چون 15 تا زمانی که این تعداد اینا از اردر n باشه زمان اجرا او n باقی میمونه چون هیچ چیزی تفاوت نمیکنه. فقط این فورایی که مربوط به b بود مثلا شما میخواستید b رو مقداری اولیه بکنید مجبور چون b که تعریف میکنید بر اساس این چی هست؟ بر اساس این مقادیره. بنابراین فقط اونجایی که مواد به بیه فورش عوض میشه انقدر زیاد نمیشه چون اممون از اردر این هستش. توی حالت کلی این الگوریتم میشه همیشه استفاده کرده حتی اگر امتون هم خیلی زیاد باشه. اگر امتون هم خیلی زیاد خیلی مثلا امتون هم تا اردر این دو باشه حتی امتون باشه دو به توان ام. الگوریتم قابل پیاده‌سازیه. مشکل سر چیه؟ زمان اجراتون زیاد میشه دیگه. مثلا اگه امتون دو به توان ان باشه این مقدار دایی اولیه بیتونم زمان اجراش میشه دو به توان ان. این الگوریتم فقط وقتی به کار برده میشه که امتون بدون که امتون کوچیکه خیلی بزرگ نیست. و
وگرنه همیشه میشه استفاده کرد. اگر امتون تو اوردر ان باشه قطعا زمان اجراتون او ان. اگر ام بزرگتر است، در واقع زمان اجرامون در حالت به حسب ام و ان بخوام بگم چیه؟ زمان اجرا به حسب ام و ان هستش ام به علاوه حالا اگه امتون تو اوردر ان باشه میشه همون اوه. خب بریم سراغ الگوریتم بعدی که معروفه به رادیک سورت. الگوریتم ساده ایه. از همین الگوریتم هم میخوام استفاده بکنیم. این الگوریتم معروفه به الگوریتم کانتینگ. اسمش هم مشخص از کجا اومده دیگه، داشتیم میشمردیم دیگه، هر عددی چند بار تکرار شده. بریم سراغ رادیک سورت. فرض میکنید که ما یه سری عدد سه رقمی داریم، مثلا 397 923 یه سری عدد سه رقمی فرض کنید داریم، میخوام این عدد رو مرتب بکنم. میتونید کلی فرض بکنید که عدد دی رقمی دارید. خب اینا به نظر نمیسته، مثلا من اینجا سه رقمی گرفتم، با سه رقمی میشه از این روش استفاده کرد؟ چون سه رقمی میدم از چند تا چندن؟ مثلا از صدن تا هزار، هنوز هزار عدد بزرگی نیست. آقا مثلا عدد مثلا ده رقمی به شما بگم، عدد ده رقمی دیگه عدد بزرگی میشه؟ نمیشه از این روش رفت جلو، میشه دو به توان ده که عدد خیلی بزرگی. اما یه نکته خیلی ریز این وسط وجود داره، اونم اینه که من میدم رقما بین 0 تا 9 هن، رقما محدود هن بین 0 تا 9 هن. خب بیایم رقم به رقم مرتب بکنیم. به نظرتون خوبه که من یه همچین کاری بکنم؟ از سمت چپ به راست اعداد رو بر حسب مثلا با ارزش ترین رقم مرتب بکنم، مثلا بر حسب با ارزش ترین رقم اینا مرتب بکنیم میشه چی؟ مثلا مرتب سازیش هم از همون روش کانتینگ میریم جلو، چون 9 رقم بیشتر نداریم. بر حسب بزرگترین رقم من اینا مرتب میکنم. اول میاد 197 بعد 2 که نه 251 300 بعد 349 475 و آخرش 923. خب به حسب بزرگترین رقم من اینا رو مرتب کردم. شما الان میتونید چیکار بکنید؟ تصور بکنید که اینا رکوردن، این اعداد اینا فرض بکنید رکوردن، کیدش چیه؟ رقم اول، رقم با ارزش. به حسب اون من مرتب میکنم، من میدونم کیدا بنم 0 تا 9. از روش کانتینگ استفاده میکنم این انتها عدد رو مرتب میکنم. خب تا حدودی الان مرتب شد. حالا بعدش چیکار بکنید؟ به حسب وسطی مرتب بکنم. خب به حسب وسطی مرتب کن که آن اونایی که رقم وسطشون یکسانه، آره این که غلطه که فقط به وسطی نگاه کنم مرتب بکنم، چون الان اگه به وسطی نگاه بکنی اتفاقی میفته این نهایی میاد آخر، این کاملا اشتباهه. مگر اینکه بیاد چیکار بکنید؟ مثلا اونایی که مثلا دوتا رو با هم دیگه مرتب بکنید، فقط به رقم وسط اینا نگاه بکنید، مرتب بکنید، فقط این دوتا اینطوری هست، این هم که دیگه اینا هم تا که ترکیبشون دقیقا مشخص. این کار میشه کردش. یه خود پیاده سازیش در سر داره. خب یه کار خیلی ساده تر میشه کرد. به جای اینکه از راست بریم به سمت چپ، از چپ بیم برست از چپ داشتیم میانیم به راست، به جای که از چپ بیاییم به راست، از راست بیاییم به چپ. اگه این کار رو بکنیم اصلا نیازی نیست که
فقط اونایی که ما هم دیگه مساوی هستن نگاه بکنیم، به کل اعداد نگاه میکنیم. ببین واقعا یه همچین کاری درسته یا نه. بزنیم مثال خاص رو ببینیم جلو، ببینیم واقعا مرتب میشه یا نمیشه. بعد ببینیم اصلا دلیلش چیه. من الان به حسب رقم سمت راست اینا رو مرتب میکنم، 300 همون بالا میمونه. 300 هم انگیسی مثل مقرم انگیسی نمیشه. دیگه یک داریم 251 میاد بالا. 3 داریم و 7 و 9 923 475 و 349 197 349. خب تا اینجا جا بجایی فقط به حسب رقم سمت است. حالا به حسب رقم وسطی مرتب کنم، فارغ از اینکه اینا با هم دیگه مساوی هستن نیستن، این کار انجام بدیم. دقت بکنید الگوریتم، الگوریتمی که اینجا کانتینگ که داشتیم پایداره. اینجا رقم تکراری، تو رقم اول تکراری نداشتیم، چیزی تکراری وجود نداشت که بخوایم از پایدار بودنش استفاده کنیم. من بریم سراغ رقم دوم. رقم دوم باز 300 میاد اول، بذار یه دو سه تا عدد مشابه هم دیگه هم بزنیم که یه خود الان ستون دومش هم متفاوت چیزه، متمایزه. این 349 رو من میکنم 359 که دو تا شد دقیقا مشابه هم دیگه باشه. خب بعد میاد 923 451. حالا دقیقا 251 و 359، اول 251 میاد بعد 359 بخاطر اون الگوریتم کانتینگ که پای داره. میشه 251 359 بعدش 475 و بعدش 197. و حالا نهایتا اگه به حسب رقم آخر مرتبشون بکنیم، به حسب رقم آخر مرتبش میکنیم، یک میاد بالا میشه 197، بعدی 251، دو تا اینجا نگاه کنید 300 داریم 359 هم داریم، چون پایداره اول 300 میاد بعد 359 میاد، 300 میاد 359 میاد و نهایتا دیگه 475 داریم و 475 داریم و 923 واقعا مرتب شد. نکن من دارم رقم رقم اصلا اول به حسب رقم اول مرتب کردم شد این. نمیخش اول به حسب رقم اول مرتب کردم شد این. دقیقا اینو دارم به حسب رقم دوم، اصلا فرق از این که این رقم قبل و بعدش چیه، فقط به رقم وسط نگاه میکنم مرتبش میکنم. بعد میام سراغ رقم آخر، به حسب اینکه رقم آخر چیه مرتب میکنم. توی الگوریتمی که شما گفتید میگفتید بیاید جدا بکنم، کسایی که مثلا با صفر شروع میشه، کسایی که با یک. الان اصلا به اون توجهی نمیکنم. سوال اینه که چرا الگوریتم کار میکنه؟ توی مثال خاص که کار کردش زمان اجراش چقدر میشه؟ اگر دی تعداد رقم باشه، این هم تعداد اعداد باشه، زمان اجرا تو میشه دی هم. نکته جالب اینه که شما میتونید اعداد ده رقمی رو او این مرتب بکن، دی دهه دیگه. چی؟ باشتن مشکل پیشون هستن دیگه، الان اینجا همچه اتفاق واقعا افتاده دیگه. الان مثلا پنج داشتیم ایشون آن تعداد
میگه که تعداد رقم باید مال، خب میتونید چیز بکنید دیگه، شما یه سری عدد دارید، اگر تعداد رقماشون مساوی نیست آخر سرش صفر بذارید دیگه، با صفر گذاشتن انتهای عدد میشه رقم‌ها رو یکسان کرده شد. اما پیاده سازیش سخت‌تره. چون بعد به آره، خب به حال این به نظرم خیلی ساده‌تر قبوله. میشه اونم پیاده سازی، یه بار پیاده سازی که استفاده کرد ازش. اما این به نظرم پیاده سازیش خیلی ساده‌تره. قبولم زمان اجرای اون احتمالاً کمتر میشه. آره. قبول. خب حالا سوال اینه که چرا این الگوریتم رو درست کار میکنه؟ آره، از این پایداری باید یه جا استفاده بکنه. خب این چیزی که داره شما میگید عملا دارید میگید که یه جور دارید استقرایی به قضیه فکر میکنید. بس میگیم که بیایم اینطوری بهش فکر کنیم که استقرایی بریم جلو. فرض کنیم تا دی منهای یک رقم، با فرض اینکه اعداد دی منهای یک رقمی هستن، الگوریتم درست کار میکنه. بریم نشون بدیم که واسه اعدادی که دی رقمی هستن الگوریتم درست کار میکنه. یه جور همون استقرار است. حالا فقط حالا سر شما فرض بکنید که ما تا دی منهای یک رقم هیچ مشکلی نداشتیم، اعداد دی رقمی رو میتونید تصور بکنید، رقم آخر بذارید کنار، رقم آخر رقم با ارزش اعداد رو بذارید کنار، میشه دی منهای یک رقمی. الگوریتم داره درست کار میکنه دیگه. خب بعد دی منهای یک رقم اول الگوریتم درست کار کرده طبق فرض استقرار، بیایم سراغ رقم آخرش. بعد که این دیمن های یک رقم ما مرتب بحث دیمن های یک رقم مرتب کردیم، اومدیم چیکار کردیم؟ به حسب رقم آخر مرتب کردیم. میخوام نشون بدم که چیزی که اینجا حاصل شده حتما سورس شده اعداده. ببینیم چرا مرتب شده است. فرض بکنید که مثلا نکنید من اگر ارقام اینجا ارقام متفاوت باشه من مشکلی ندارم، نه؟ اگر اعداد ارقامی که اینجا هست مثلا اینجا 2 دارم اینجا 5 دادم، وقتی شما بحث این رقم رو مرتب میکنید قطعا مطمئنه که این کسی که 2ه قبل از کسی که 5ه. مشکل سر کیاس؟ اونا که یکسانن، یعنی مثلا 2 تا 2 داریم. خب اینا که مثلا با 2 شروع میشن، خب من میدونم که این رقمش قبل از این رقم دیگه، نه این تیکه قبلش این دی ام ان های رقمش درست بوده، مرتب شده بوده، یعنی این الان کوچکتر از اینه. چون الگوریتم من پایدارم بوده، خب این عدد رو توی خروجی قبل از این عدد داره چاپ میکنه، پس قطعا این عدد از این عدد کوچکتر. پس از این پایدار بودن این الگوریتم کانتینگ هم داریم استفاده میکنه. نکنید ما دو تا عدد نگاه بکنید که رقم با ارزششون یکسانه، 2ه. خب توی دی ام ان های یک رقم اینا مرتب سرجاشون هستن دیگه، نه؟ به حسب دی ام ان های یک رقم اولش مثلا این فرض کنید که مثلا من فرض کنید آ دی ام ان های یک بذارم تا آ یک، اینم بذارم بی دی ام ان های یک تا بی یک. من الان میدونم که این تیکه از این تیکه چیه؟ بزرگتره. خب بعد می‌خوام تا بحث این داره مرتب می‌کنه دیگه، چون بحث این مرتب می‌کنیم این الگوریتم چون پایدار هست نمیاد اینو بذاره بعد از این، ترتیبشون رو حفظ می‌کنن. چون ترتیبشون رو حفظ می‌کنن بس مطمئنم که این حتما از این توی خروجی قبل از اون میادش.
خب این الگوریتم رادیکس سورت که خیلی ساده است، اما از الگوریتم کانتینگ داره استفاده میکنه که یه مقدار خب الگوریتم کانتینگ پیاسازش سخت، خیلی هم سخت نیست، حالا حرفش رو فور بود دیگه. خب این الان الگوریتم رادیکس سورت رو میشه جنرالایزش کردش. فرض بکنید که من یه سری آدم رکورد دارم واسه اشخاص، میخوام اینطوری مرتب بکنم به حسب تعداد بچه، تعداد سال خدمت و سن. اولویت فرض بکنید که اول تعداد فرزندان باشه. ست پارامتر دارم، تعداد سن و بعدش هم مثلا تعداد سال خدمت. خب به حسب این ست پارامتر اولویت هم اول اینه، تعداد فرزندانه. این میخوام اول واسه تعداد فرزندان مرتب شده باشه. اگه تعداد فرزنداشون یکسان بود به حسب سنشون مرتب بشه، اگر سنشون هم یکسان بود به حسب تعداد سال خدمت مرتب بشه. خب واسه این مسئله باید چه کنیم؟ دقیقا نگاه کنیم تعداد فرزنده، نکتهش اینکه تعداد فرزنده معمولا دیگه 20 بیشتر نمیشه دیگه، یه عدد محدوده. سن هم که دیگه مثلا دیگه حالا دیگه بیشتر از 100 معمولا نمیشه، حالا دیگه فوقش 200. تعداد سال خدمت هم دیگه حداکثر 30-40 دیگه. خب اینا خلاصه همشون بردشون اعداد کوچیکی هست. یعنی به نظر میسه که از روش کانتینگ میشه استفاده کرد. یعنی شما فقط به حسب تعداد فرزندان بخواید مرتب کنید، از همون روش کانتینگ میدید. واسه سن هم از همون روش کانتینگ میدید، واسه تعداد سال خدمت هم همون روش کانتینگ. اما حالا من میخوام بگم که اول به حسب تعداد فرزندان اولویت اولم اینه، مساوی شد سن، مساوی شد سال خدمت. مشابه رادیکسور باید چیکار بکنم؟ برعکسش باید عمل بکنم. اول به حسب تعداد سال خدمت مرتب میکنم، از الگوریتم کانتینگ استفاده میکنم، بعد میام سراغ سن، بعد میام سراغ تعداد فرزندان. دقیقا همون الگوریتم کانتینگ که تو الگوریتم رادیکسور از رقم با ارزش کم شروع کردم، اومدم چی؟ با ارزش بالا. این الگوریتم کلیشو بهش میگن باکت سورت. باکت باکت یعنی بس پکت پکت داره سورت میکنه. اول بحث این پکته، بعد اینه، بعد اینه، که هر پکت میدونم که چیه، یا هر باکت در واقع میدونم که تعداد بردش محدوده، کمه، میتونم از روش کانتینگ استفاده کنم. خب این کل بحث مربوط به الگوریتمای خطی واسه مرتب سازی. الگوریتمی که مبتنی بر مقایسه هم بود که دیگه جلسه قبل به وفور در موردش صحبت کردیم. خب این بحث، این قسمت هم، این فصل هم تموم شد. از 4-5 جلسه باقی مونده دیگه بحث های پیشرفته دیتا استراکچر دیسجوینت ست، رد بلک تری، ایول تری، اگه فرصت بکنید در مورد سگمنت تری هم صحبت بکنیم. خاصا بحث های از اینجا به بعد دیگه بحث های پیشرفته است. خسته نشید.